درود همراهان مروری میکنیم بر سرخط خبرهای این ساعت در ابتدا خواهیم پرداخت به افشای تروریستی بودن قتل ابراهیم رئیسی در دو روزنامه حکومتی در ادامه ویدیویی داریم از رسوای جدید جنسی برای آمن سادات زبیه پور ویدیویی که از ابعاد جدیدی از فاحشگی پرستوی سرشناس رژیم پرده برداشته و در انتها از رسواسازی رژیم جمهوری اسلامی توسط وزیر حمل و نقل ترکیه خواهیم گفت با ما همراه باشید ابهامات سقوط بالگرد رئیسی و احتمال توطعه در دو روزنامه ی تهران پنج روز پس از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش روزنامه های همیهن و جمهوری اسلامی در شماره امروز خود سوالاتی را درباره این سانحه مرگبار مطرح کردند روزنامه ی همیهن خواهان رفع ابهامات شد در حالی که جمهوری اسلامی نوشت احتمال توطعه خارجی نیز وجود دارد روزنامه همیهن در مطلبی با عنوان زرف های ادامهدار نوشت که دو ضعف بسیار مهم در حادثه سقوط بالگرد وجود دارد که مسئله اول اطلاع رسانی نادرست و ابهام‌آمیز است. به نوشته این روزنامه چاپ تهران این مشکل در نحوه حضور روزنامه نگاران ترکیه در محل و ارائه گزارش مستقیم از آنجا او هلیکوپترین parçalarını شو anda خبر اکرانلارندا görüyorsunuz. یا حضور نیروهای مردمی موتورسوار در محل پیش از حضور نیروهای رسمی دیده می شود. ریزیدی باسر 5 تا 5 تا 20 ماده لاشه تلوده. چی دیدید اونجا؟ اونجا هواپیما کلاتیکر تریکیده بود. هلیکوپتر. کلا تریکیده بود. بعدا همه چی سوخته. هممیهن میگوید این وضعیت در حالی است که رئیس دفتر ریاست جمهوری به سراحت اعلام کرده که آنها دیدند بالگرد حامل رئیس جمهور در داخل ابر رفته و سپس ارتباط رادیویی آنها قطع شده است و بالگرد دوم طبعا مختصات آنجا را داشته و دو بار هم بر فراز آنجا دور زده است بالای ابر اومدیم شاید مثلا سی ثانیه ادامه مسیر دادیم خلبان متوجه شد که هلیکوپتر اصلی همراه ما که وسط شما می, می اومد ندیدیم. نویسنده سرمقاله ادامه داده است که مهمتر از همه وی مدعی است که چندین بار با تلفن همراه خلبان که مرحوم آل هاشم آن را جواب می داده گفتگو کرده است و این به این معنی است که وجود سیگنال و ارتباط با دکلهای مخابراتی بوده که با این توصیف می توانند به سهولت محل سقوط را پیدا کنند تماس تلفنی رو بعد کادر پروازی ما به ما گفتند که ما تماسی گرفتیم روی تلفن همراه خلبانی که در خدمت آقای رئیس جمهور بود کاپیتان مصطفی ولی هیچ توضیحی داده نمی شود که چرا آنان تا 6 ساعت بعد که هوا تاریک می شود نتوانستن لاشه را پیدا کنند. به نوشته همیهن نکته دوم و مهمتر اظهارات غیرقابل فهم است که نه تنها ابهامی را رفت نمی کند، بلکه بر آن می تلفن رو به جای کاپیتان مصطفی آقای آیت الله هاشم جواب دادن و آیت الله گفتن که گفتم من حالم خوب نیست و افتادیم، افتادم تو دره و چیز خاصی رو هم بیان نکردن که چی شده است سخنان آقای رئیس دفتر ریاست جمهوری که چندین بار با آقای آل هاشم گفتگو کردند و سخنان مشابه معاون اجرایی رئیس جمهور که طبعا این دو نفر مدیران اجرایی و اصلی این سفر هستند هیچ کدام معقول و پذیرفتنی نیست. این روزنامه پرسیده است چگونه کسی میتواند چنین سقوطی را تجربه کند و همچنان دسترسی به تلفن همراه خود داشته باشد چه رسد به اینکه تلفن همراه خلبان در دسترس او باشد و پاسخ هم داده باشد آن هم تلفن کس دیگری که میگوید اصلا آنها را نمی بیند هاشم گفتند که گفتم من حالم خوب نیست و افتادیم افتادم تو دره و هم میهن در پایان هم نوشته متاسفانه نکات و ابهامات و شایعات دیگری هم وجود دارد که نه تنها در مورد آنها توضیح داده نشده است بلکه با تأخیر در پاسخگویی موجب رسوب ابهامات در اذهان مردم شده است اما میرسیم به بخش دوم خبر سرهنگ بازنشسته از تخریبچیان زمان جنگ و از دوستان نزدیک محمود احمدی نژاد در جواب امن سادات زبیه پور همان هرزه ولای معروف به بازجو خبرنگار میگوید از کجای اندامت بگم که برای ما تعریف کردن دوست داری از کجای اندامت بگویم تویی که خودت را در بغل همه شل میکنی ویدیو رو با هم تماشا کنیم سلام علیکم خانم انتر سادات میخوام یه چیزی بگم هی میگم نگم بگم آخه من اگه دهنم با که تو دیگر رود نمیشه حتی تو فضای مجازی هم ارز اندام بکنی از کجات بگم من که برای ما تعریف کردن ها دوست داری از کجای اندامت بگم آخه تو کسافت لجب که مثل سعی پاسوخته میمونی هر کی یا سخون منجازه جلوت براش دوم تکون میدی خوش شخصی میکنی یا خودت تو بغل همین شل میکنی آخه تو چه به این گوه خورده که پشت سر دکتر احمدی نشد حرف بزنی ببین محل سگ بهت نمیذارن بچه های بحالی. نه دکتر نه هیچ کس دیگه اصلا دون شهن دکتره که بخواد جواب تو رو بده من بهت میگم من حمید فیضابادی حواست جمع باشه یه بار دیگه دهنتو باکنی همچی گوهایت دهنت بیاد بیرون منم هر چی که لازم باشه در رابطه با تو میگم افشاگری میکنم تا دیگه سرتو بکنی تو کونت فهمیدی؟ یا علی ملد. پیش از این نیز وکیل محمود احمدی نژاد در پاسخ به توهین آمنه سادات پور اقدام به افشای رسوایی و فساد جنسی او کرد آمن سادات در واکنش به سفید پوشیدن احمدی نژاد بعد از مرگ رئیسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود به عنوان کسی که 8 سال خبرنگار برنامه هایت بودم از تو بیزارم دوزاری <applause> علی حسینی وکیل محمود احمدی نژاد در واکنش به این خبرنگار نوشت کاش اون روز صبح تو هتل وارویی که نیویورک به محافظا تشر نمیزد که به من و شما هیچ ربطی نداره که دیشب فلان خبرنگار تا صبح رفته توی اتاق فلان عکاس رسوایی های جنسی بخشی جدایی ناپذیر از سرنوشت بیشتر مقامات جمهوری اسلامی بوده اما با این حال طرفداران رژیم همیشه بر این تلاش بودند که با تهمت های جنسی آن هم صرفا به دلیل تلاش دختران برای داشتن پوششی اختیاری انقلاب زن زندگی آزادی را بدنام کنند. رسیدیم به بخش پایانی خبر این ساعت. عبدالقادر اورال اولو وزیر حمل و نقل ترکیه در واکنش به ادعاهای مقامهای جمهوری اسلامی و اطلاعی ستاد کل نیروهای مسلح در مصاحبه تلویزیونی گفت که همه جهان به صورت زنده مشاهده کردند که لاشه هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی را پهباد ای پیدا کرد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای مدعی شد که پهپاد ترکیه‌ای به دلیل نداشتن تجهیزات تشخیص و کنترل زیر ابر موفق نشد محل سقوط بالگرد را دقیق اعلام کند و به ترکیه بازگشت در این اطلاعیه همچنین ادعا شد که پهپادهای پیشرفته ایران که به رادار سام مجهزند برای مأموریت در شمال اقیانوس هند بودند و به دلیل فاصله طولانی آنها با محل سقوط هلیکوپتر نیروهای امدادی ناگزیر از راه زمینی عملیات جستجو را آغاز کردند مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح در اطلاعیش مدعی شد که در نهایت در ساعتهای اولیه صبح دوشنبه نقطه دقیق سقوط هلیکوپتر را نیروهای امداد زمینی و پهپادهای ایرانی که از مأموریت در شمال هند فراخوانده شده بودند کشف کردند ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درخواست از ترکیه برای اعزام پهپاد را تلویحا رد کرد و ادعا کرد که پیشنهاد کمک ابتدا از طرف ترکیه مطرح شد با این حال روایت مقامها و رسانه های ترکیه ای با روایت جمهوری اسلامی از نحوه پیدا شدن لاشه هلیکوپتر و اینکه چه کسانی نخستین بار به محل حادثه رسیدند متفاوت است. وزیر حمل و نقل ترکیه که پیشتر افشا کرده بود که هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی یا سیستم ترانسپورتر نداشت یا خاموش شده بود روز چهارشنبه در مصاحبه دیگری با تلویزیون CNN ترکیه ادعای جمهوری اسلامی را مبنی بر نقش پهپادهای ایرانی رد کرد و گفت که هنگام جستجوی پهپاد ای هیچ پهپاد دیگری در منطقه وجود نداشته این مقام دولتی ترکیه ضمن اشاره به پخش زندگی دوربین پهباد آکینجی در خبرگزاری رسمی آناتولی افزود که ادعای مقام های جمهوری اسلامی مصرف داخلی دارد همه دنیا زنده و ثانیه به ثانیه مشاهده کردند که لاشه هلیکوپتر را پهباد آکینجی پیدا کرد وزیر حمل و نقل ترکیه با تاکید بر اینکه برای بحث با مقام های جمهوری اسلامی بنایی ندارد گفت که ترکیه درباره این موضوع وظیفه همسایگیش را به درستی انجام داده. او پیشنهاد کمک از سوی ترکیه را نیز رد کرد و گفت مقام های جمهوری اسلامی حدود یک ربع قبل از ساعت چار عصر با ما تماس گرفتند و درخواست کمک و اعزام پهپاد دید در شب کردند. ما دو پهپاد را فعال کردیم ولی آنها نتوانستند پرواز کنند. سپس پرواز آکینجی عملیات جستجو را آغاز کرد. وزیر حمل و نقل ترکیه در پایان تاکید کرد که زمان پیدا شدن لاشه هلیکوپتر با هنگامی که آکینجی نقطه حادثه را شناسایی کرد مطابقت دارد سخنان وزیر حمل و نقل ترکیه به طور گسترده‌ای در رسانه های این کشور بازنش شده و آنها با اشاره به حضور زود هنگام خبرنگار CNN ترک در نزدیکی محل حادثه و پخش گزارش زنده به ادعاهای مقامهای جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند. دا دا سی سی و یعنی دا شمد... گزارش زندگی صبح دوشنبه خبرنگار CNN ترک تورک از نزدیکی محل حادثه در حالی که هنوز هیچ یک از نیروهای امدادی جمهوری اسلامی در منطقه حضور نداشتند در شبکه های اجتماعی فارسی زبان نیز به طور گستردهای فراگیر شد تصاویر زنده ای که خبرگزاری آناتولی از عملیات پهباد آکینجی پخش کرد بیش از دو میلیون بازدید کننده داشت و بیش از دو هزار نفر هم به صورت زنده از طریق سایت فلایت رادار مسیر حرکت این پهباد را دنبال کردند. <applause> پهباد آکینجی پس از پایان عملیات و در راه بازگشت به مقصد تصویری به شکل ماه و ستاره درون آن را ثبت کرد که نشان پرچم ترکیه است. پس از آن نیز رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که آکینجی پس از یک عملیات موفق به کشور بازگشت. روز چهارشنبه سلجوق بایراکتار داماد رجب طیب اردوغان و رئیس هیئت مدیره شرکت بایکار ترکیه در دانشگاه استانبول گفت که پهپاد آکینجی ترکیه با جستجو درون درهها و پرواز در ارتفاع پایین یک عملیات امداد و شناسایی ویژه را اجرا کرد. تیم دنیای دامگسنه وراجک bir کورتارما به گفته بایراکتار به دلیل دور بودن محل پرواز نیروهای مسلح ترکیه برای اجرای عملیات پهپاد آکینجی از ماهواره های ترک صد نیز استفاده کردند او در ادامه افزود شاید پهپاد آکینجی تنها پهپاد موجود در جهان است که امکان اجرای چنین عملیاتی را دارد تلاش مقام های جمهوری اسلامی برای ناموفق جلوه دادن عملیات پهپاد ترکیه‌ای و ادعای این که پهپادهای ایرانی لاشه هلیکوپتر را پیدا کرده اند می تواند به این دلیل باشد که تا مدت ها ادعا می کردند با تولید پهپادهای دید در شب به یکی از قطب های اصلی تولید پهپاد در دنیا تبدیل شده اند. با این حال شواهد موجود نشان می دهد که پهپادهای تولید جمهوری اسلامی حتی برای پیدا کردن جسد رئیس جمهوری منصوب رهبر جمهوری اسلامی نیز قادر به کمک نبودند و در نهایت مقام های ایرانی از ترکیه درخواست کمک کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه سی اردی بهشت پس از ساعتها جستجوی ناموفق تایید کرد که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از ترکیه درخواست کمک کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم به رسم همیشگی سپاسگزاری می کنیم همراهی شما را فراموش نکنید که لایک ها و کامنت های شما برای ما بسیار با ارزش است پس اگر از این برنامه رضایت داشتید با لایک و کامنت به بیشتر دیده شدن این اخبار و آگاهی رسانی هرچه بیشتر به سایر همیهنان من ما را یاری رسانی کنید با آرزوی لحظاتی خوش بدرود